بچه سلام، به کانال دکتر سول خوش اومدین. اسم من سلمازه، امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد و تنتون سالم. امروز میخواستم براتون راجع به یه کتابی از کتاب راز و اینکه چجوری این کتاب راز من کمک کرد که وارد دندون پزشکی بشم در سن 30 سالگی و اینکه فارغ التحصیل بشم و دندون پزشک خوبی بشم. بچه همینجور که دارم باهاتون صحبت میکنم میدم که اولا که دوربینه داره خودش خود به خود میچرخه یکم، من دیدم که چرا این دره کثیف شده و یه رنگی بهش بخوره. خب بگذاریم، قشنگ داره دوربینه تکون میخوره ها. بعضیاتون گفته بودین که قبلا فکر میکنین که تو این اتاق روح داره، نگین که انقدر من از این دور چیزا میترسم که خدا میدونه. بچه واقعا داره دوربینه تکون میخوره، یعنی اول این چیز در دیده میشد الان قشنگ چرخیده این ور. شاید این روح و چیزی نیست، بلکه منم و این پایه رو که درست نبستم. خب درست شد. خب براتون از کجا بگم بچه ها؟ چند سال الان 2 سال خورده یه تقریبا نزدیک 3 ساله که من فارغ التحصیل شدم و میتونم براتون بگم که روز فارغ التحصیلیم یکی از بهترین روزای زندگیم بود. بعد وقتی این ورقه ها رو سرتیفیکیت هم رو به هم دادن، یعنی میشه گفتش که انقدر من سبک شده بودم و انقدر راحت شده بودم که خدا میدونه. اولا که این استرسی که تا این امتحان رو داری انقدر زیاده که خدا میدونه، خیلی استرسش زیاده. استرس امتحان آخر واقعا سنگینه. بعد هنوز حالت به قول انگلیسی ها PDS داشتم، Post Traumatic Stress Disorder، که وقتی یه حادثه خیلی بدی برات پیش میاد هنوز تا یه مدتی بعدش تو هنوز اون استرس و استراب اون حادثه رو به فکرت میخوره، خیلی ناراحتت میکنه. بعد چی میگفتم براتون؟ آره خب انقدر من خوشحال بودم، انقدر خوشحال بودم که خدا میدونه. یعنی فکر میکنم اون شبش که خوابیدم که سهل است، فرداش و پس فرداش هنوز اینجای صورتم درد میکرد، بس که من خوشحال بودم، بس که همه مدت لبخند میزدم. تو همه عکسام اگه نگاه کنین همش من دارم لبخند میزنم. بعد چند تا کلیپ از فارغ التحصیلی من براتون میزنم که ببینین. بعد کلیپ های خانوادگی هم هست چند تا که قبلا من هیچ جای پخش نکرده بودم و اینا خیلی برام عزیزن و خیلی عزیزن. یکیش اینه که خواهرم سپیده برام یه سپیچ کوچولوی گفت و خیلی این خوب بود، خیلی من از این لذت بردم. واقعا هر چی داد میزدم احساس کردم صدام، دیدی مثلا وقتی یه خواب میبینم ولی صدام در نیست. آره نوبت نوبت خواب می‌بینم بخوام داد بزنم این سلام نمیاد. اون طوری احساس کرد. I'm so glad I took my outfit pictures before this. واقعاً هر چی گریه کنم، هر چی داد بزنم کم انجام دادم، چون که میگم نه برای ما، میگم برای خودت، چقدر برای خودت درونت اعتماد به نفست، برای اینکه یه چیزیه که این همه سال خواستی، 18 سال خواستی و بالاخره بهش رسیدی و چقدر با زیبایی، با الگنس، چقدر زیبا بود و چقدر برای ما از یه روز عروسی هم، یه جشن عروسی هم برای ما مهمتر بود. اینشالله همیشه فقط جشن اینطوری برات بیان. سیزه بیده. برمیگردیم به این کتاب راز و چجوری من به دندون پزشکی رسیدم و چجوری فارغ التحصیل شدم. بچه این دوربینه هنوز داره تکون میخوره، خب منم قشنگ باهاش میچرخم، اشکال نداره.
برگردیم به این کتاب راز. این کتاب راز من انگلیسیشو خوندم که انگلیسیش هست The Secret. یکی از دوستای لبنانیم جورج من و اینو دوست دخترش رفته بودیم ستایی بیرون قلیون بکشیم. بعد این داشت توضیح میداد که یه کتابی خونده به نام راز. بعد داشت یکم راجع به کتابه میگفت و خیلی برام جالب بود، خیلی جالب بود. بعد من خیلی اون موقع در رفت آمد بودم با ایران و زیاد پرواز میکردم و به ایران و بعد تو هواپیما، بعد نه اینکه تنها هم پرواز میکردم، تو هواپیما خیلی مطالعه میکردم، تو هواپیما و فرودگاه و از فرودگاه بین المللی به داخلی خیلی مطالعه میکردم. اون موقع اینترنت خیلی قوی نبود تو ایران، ضعیف بود، موبایل خیلی اینترنت نداشتن. خب بهترین چیز برای من مطالعه بود، خب من مطالعه میکردم زیاد. خب بعد تو فرودگاه بودم و این کتاب راز که بود The Secret، اینو من دیدم توی یکی از این مغازه ها، WH Smith بود فکر میکنم. کتاب رو برداشتم و خوندم و بچه قشنگ این زندگی منو از این رو به اون رو کرد، یعنی جوری که من فکر میکردم و عوض کرد، خیلی فکر کردنم و عوض کردم، خیلی مثبت‌تر شروع کردم فکر کردن. یکی از چیزایی که این میگه اینه که هر چیزی که تو فکر میکنی راجبش اونو تو دعوت میکنی تو زندگیت. که عمه پدرم داشتم راجبش با عمه پدرم صحبت میکردم، بعد میگفتش که فکر تو مهمون دم در توه. اگه فکرت مثبت باشه تو مثبت چیزای خوب میاری تو خونت، اگه فکرت منفی باشه تو چیزای بد میاری تو خونت. بچه ها من این کتابو و این روش فکری رو استفاده کردم و با این روش فکر رفتم جلو و با این روش فکر یه جا گرفتم توی دانشگاه خوب دندون پزشکی و فارغ التحصیل شدم بالای کلاسم. بعد یه کار فوق‌العاده گرفتم بعدش. دوست ندارم زیاد تعریف کنم از خودم اما خیلی سخت کار کردم و همه اینا بیشترش میشه گفت از این روش فکری بود، از اینکه چجوری فکرم رو عوض کردم. خیلی سخته که مثبت باشی، خیلی آسونه که آدم دلش برای خودش بسوزه و افسوس بخوره برای خودش، این آسونه. اما میتونیم با فکر خوب، با فکر باز، با فکر مثبت شما برین جلو و میتونیم به هر جایی بخواین برسین، به هر چیزی بخواین برسین. من 30 سالگی رفتم دانشگاه. الان کاری که دارم توی این بیمارستانی که کار میکنم کار خیلی خوبیه، کار خیلی کمپتیتیویه، فوق‌العاده است. بعد همه اینا ریشش به این کتاب راز بود. همش. من از کتاب راز شروع کردم و رفتم بالا. بچه ها امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، امیدوارم اون چیزی که میخواین از این ویدیو گرفتین. بعد الان براتون یکم از فارغ التحصیلیم میذارم، یکم از عکسای فارغ التحصیلیم، ویدیوهای فارغ التحصیلیم. The citizen of Great Britain, Miss Thomas Summer. اگه خوشتون بیاد، اگه خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک بدین و سابسکرایب کنین برای ویدیوهای بیشتر از من. و اینکه تو کامنت ها بنویسین برام که آیا این کتاب رو خوندین، خوشتون اومد، چی فکر میکنین. امیدوارم هر جا که هستین تنتون سالم و دلتون شاد. بای.
تا دفعه. من برگشتم لندن و با مامیم و پدرم و سپیده رفتیم بیرون، رفتیم رستورانی به نام هکسن که ما خیلی دوست داریم. ساینا امتحان داشت، لاتویا موند. بعد قبلش رفته بودم لباس فاق و تحصیلیم و امتحان کرده بودم، لباس شب فاق و تحصیلیم و رفتم با سپیده خریدم. ساینا و سپیده اینا به هم کلی کفش کادو دادن که این یکی رو من برای فاق و تحصیلیم پوشیدم. بچه امیدوارم خوشتون اومده باشه، موفق و صحیح و سالم و شاد باشین. میبوسمتون.